فکرت جون، یه دستی به اتاقت میکشم. از حالا به بعد دیگه اونجا خونه تو و ایپک عزیز دلم. امیدوارم خوشبخت بشین. البته که میشن. هرچی بخوان، هر آرزویی که داشته باشن براشون فراهم میکنم. میخوای عروسی تو بندازم روز تولدت؟ ولی مامان جون چیزی نمونده که... میرسونیم، همه به کار خودشون میرسن. نظر خیلی خوبی. یه هدیه خیلی خوب برای تولدت میشه. ولی به نفعت شده ایپک جون. کادای تولدت و سالگرد و با هم یه جا میگیری. اینم که همیشه باید یه زری بزنم. مگه دروغ میگم؟ خب مامان کی میریم خواستگاری ها؟ همین فردا. البته این دیگه خواستگاری نیست، رسما نامزدیه. یه ابرو میندازی بالا، عموشهابو نگاه میکنی و فوری دخترشو بهت میده. خواستگاری رو میسپارم به فاروق. این وظیفه بزرگترین مرد این خونه است. حالا فهمیدم. واسه همین داداش خودش رفته خواستگاری زن داداشو ازدواج کرده. با اجازه من دیگه برم. فکرت تو ایپکو برسون. البته بیا بریم. با اجازه. دخترم به خانوادت سلام برسون. حتما. خدافظ. شب بخیر. شب بخیر. شب بخیر. شبت بخیر. مامان جون میشه قهوه‌مونو تو اتاق کار بخوریم؟ فاروق پسرم، فردا یکم وقت بذار بریم ایپکو خواستگاری کنیم. مامان جریان ایپکو برام توضیح بده. بودو بودو، خواستگاری، عروسی، مامان هدفت چیه؟ من همیشه به ایپک به چشم عروسم نگاه کردن. ولی نه برای فکرت مامان. مامان ببین، فکرت ایپکو دوست داره. خودش به هم گفت، منم کاری که بایدو کردم. خاطر لجبازی با من اون دختر رو نیاوردی؟ اون دختره؟ مامان، من به سرایا علاقه من شدم، عاشق شدم و ازدواج کردیم. به حس دو روزه عشق نمیگن. هیچ دوومی هم نداره. اسم و اعتبار این خانواده از عشق مهمتره عزیز دلم. مهم اینه که بتونی اسم برانو زنده نگه داری و این نظم رو ادامه بدی. امکان نداره جایی که تو هستی نظم به هم بخوره. اسما سلطان. مامان من دیگه خسته شدم. ببین ما دیگه بزرگ شدیم، دیگه دست بردار. من از این چیزا خسته نمیشم. ببین دیگه عروسم داری، تو میتونی از سر جات همه چیزا کنترل کنی. وقتی بزرگ خانواده هست نیازی به وکیل وسی نیست. همین که تو حدشون باقی بمونن کافیه دیگه. اجازه نمیدم زیر این سقف آرامش هیچ کسی به هم بخوره مامان. درست مثل خودت. چه خوب. حالا که هدفمون یکیه، کاری که لازمه میکنیم. شب بخیر مامان.